سلام به همه، امیدوارم عصر خوبی رو شروع کرده باشین و سلامتی مثل همیشه براتون میخوام. من اینجا 3 تا بادمجون، ولی شب من اینا چون شب بود اونجا رو ویدیو نگرفتم، روی آتیش من درستشون کردم و گذاشتمشون توی یه قابلمه و درش بستم که باید حتما درش ببندی یا بذارشون توی یه کیسه ای که بتونین بعدن پوستش قشنگ کنده بشه، چون سخته. حتما باید سریع بذارینشون یه جایی که مثل کیسه مانند باشه یا قابلمه باشه، درش بسته شه که بتونین بعدن پوستش رو به راحتی درارین. اینجا میتونین از گوجه هم روی آتیش استفاده کنین و با هم ساتوری کنین. من اینجا از 3 تا پیاز، 2 تا زرد و 1 دونه قرمز نگینی خرد کردم و از فلفل خشن سیاه استفاده کردم و از روغن و کره و گذاشتم قشنگ سبک بشه. باید حتما بذارینش و دستتون حتما توش باشه که این سبک بشه، نسوزه. بعد من از گوجه فرنگی، 2 تا گوجه فرنگی پوستش رو کندم استفاده کردم. بعد بادمجونایی که ساتوری کرده بودم اضافه کردم و حتما بذاریم آبش کاملا بره. هر چقدر آبش کمتر بشه خوشمزه تره این میرزا قاسمی که بیشتر جا بیفته. بعد که کاملا آبش رفت، من از یه مقدار کمیم کاری استفاده کردم و نمک و اینم یه خیلی کم تفتش دادم. بعد قاطی بادمجونه کردم، چون اگه سرخش نکنین مزه خامی میده. حتما ادویه ها رو هم سرخ کنین باهاش و حتما درش رو ببندین که دم بکشه، که قشنگ جا بیفته این میرزا قاسمی. میتونین از تخم مرغ هم استفاده کنین، ولی من بچه‌ام دوست ندارن دوقلوها، به خاطر همین استفاده نکردم. ولی یادم رفت که بگم 1 دونه سیر منم ساتوری کردم ریختم توش. حتما سیر استفاده کنین، خیلی خوشمزه میشه و بذارینش حتما دم بکشه. بعد اینو میتونین با نون سنگکی بخورین، میتونین با برنج بخورین، هر جوری.